چه ضربه میزنه. میبینی رفیق تق تق تو لحظه یه استارت تو لحظه یه استوب دائما داره ضربه میزنه. این سوالیه که تو ویدئوی قبلی مطرح کردم، میخوام جوابشو بدم که یه فوت کوزه‌گری به مهارتت اضافه کنی و بری تو صنعت پولاشو از کارفرما بگیری. آماده ای؟ برو بگی رفیق. همه ما فکر میکنیم وقتی درایو داریم و موتور داریم حتما باید استارت نرم و استوپ نرم داشته باشیم، حتما باید فرکانس کنترل داشته باشیم، حتما باید بتونیم زور کنترل کنیم. بله حتما باید این اتفاق بیفته، اما این حتما شرط داره. شرطش هم تنظیم درست پارامتراست. من تو ویدئوی قبلی اومدم پارامترهای درایو رو اشتباه ست کردم که ببینیم واو موتور اصلا از دسترس خارجه، چه ضربه ای میزنه. میخوام دلیلشو بررسی کنم. درایو مدهای کاری مختلف داره، مد وی اف او، مد وکتور، مدهای کاری زیادی داره که من نمیخوام تو این ویدئو راجع بهش صحبت کنم، فقط میخوام یکیشو بگم، اونم وی به اف یا ولتیج پر فرکانسی. این مد وی اف او چیه؟ میگه آقا هر موقع فرکانس داره بالا میره ولتاژ هم باید باهاش بالا بره، هر موقع فرکانس داره یا سرعت داره کم میشه حتما باید زور یا ولتاژ هم باهاش کم بشه تا نسبت وی به اف ثابت بمونه. این مد وی اف که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم خودش مدلای مختلف داره، سبکای مختلف داره. چی ان اینا؟ مد وی به افی داریم که خطیه، مثل این نکن، این یه منحنیه ولتاژ، یه منحنی فرکانس. ببین یه مد خطی، یه میگن لینیر، مد وی به اف خطی. یه مد خطی داریم اسکوئره، این هاشش نکن، این برای سیو انرژیه. مد اسکوئر اگه نگاه کنی یه ذره نسبت ولتاژ و فرکانس با هم متفاوته. وقتی فرکانس میره بالا ولتاژ کم کم و آرام آرام میره بالا تا یه جایی. تا کجا؟ تا اینجا. از اینجا به بعد دوباره با هم دیگه خطی شیب میگیرن و بالا میرن. چرا ولتاژ از فرکانس جا میمونه برای سیو انرژی؟ میگه هر موقع تو نیاز داری برو سراغ ولتاژ، یه جایی ولتاژت آرام آرام بره و بعد یه دفعه شروع کنه کار کردن. تو یونیت های هیدرولیک میتونی از این کاربرد درجه یک استفاده بکنی. دیگه چه مودی داریم؟ مود یوزر وی اف اوم، انتخاب پترن یا الگوی وی اف اوم بر اساس یوزر وی اف اوم. به ما میگه آقا اسکوئر نمیخوای، لینیر هم نمیخوای، من یه مود بهت میدم، تو مهندس برقی دیگه، برو هر چی دلت میخواد ست کن. من درایو ال اس، دلتا همینه، لنز همینه، همه درایوا این مودو دارن، منتها تعداد نقاطشون با هم فرق میکنه. به ما میگه آقا جون من درایو ال اس 4 نقطه بهت میدم، یه نقطه، دو نقطه، این 3 نقطه و اینم 4 نقطه، تو 4 تا استپ و گام برو ولتاژ و فرکانس رو ست کن. میخوای در سرعت کم زور زیاد بزنی؟ خیلی خوب، فرکانس رو کم انتخاب کن، ولتاژ رو زیاد انتخاب کن. میخوای تو سرعت زیاد زورت کم بشه؟ خیلی خوب، تو فرکانس زیاد سرعت ولتاژ رو کمتر انتخاب کن. میتونی این کارو انجام بدی. حالا این نکته خیلی مهم داره. درسته من دارم میگم وی به اف، یوزر وی به اف دست خودته، اما دست خودته که به هر ترتیب نمیتونی قانون رو به هم بزنی، یه سری قوانینی هم داره. مثال بزنم، چه قوانینی؟ ما نمیتونیم بیایم نقطه زیاد فرکانس رو از نقطه کم فرکانس کمتر انتخاب کنیم. ما نمیتونیم بیایم حد بالای ولتاژ رو از حد پایین ولتاژ کمتر انتخاب کنیم. اینا جزء قوانینه. در غیر این صورت داستان ایجاد میشه. عزیز، عیبی که تو ویدئوی قبلی ایجاد کردم دقیقاً همین بود. اومدم نقطه های ولتاژ رو دست بهش زدم، نقطه های فرکانس رو دست زدم، حدای بالا رو از حد پایین کمتر انتخاب کردم. همین منجر شده به ضربه، به خرابی. همین ضربه کلی داستان برامون تو صنعت بود. عیبو گفتم، بریم سراغ راهکار. ما دو تا راهکار اساسی داریم برای رفع عیب. یک، بیایم درایومون رو اینیشیالایز پارامتر کنیم، برش گردیم به تنظیمات کارخونه و بعد مجددا تنظیماتی که مورد نیازمونه برای اپلیکیشنمون رو ست کنیم تو درایو. راهکار دوم، با توجه به توضیحاتی که دادم تو دیگه الان میدونی یوزر وی به افش اشکال داره، تو مود وی اف اون پارامترها بد ست شدن، بری صاف سراغ اون مود و شروع کنی اصولی پارامترهای وی به اف رو ست کنی. من پارامترهای وی به اف رو بگم. درایوی که ما داریم کار میکنیم درایو آی جی 5 ای ال اس، مدل ال اس. عزیز، این آی جی 5 ای پارامترهای وی به افش تو پارامترهای اف گروپشن. ببین 4 تا پارامتر داره، درایو گروپ، آی او گروپ، اچ گروپ و اف گروپ. اینا پارامترهای درایو ال اس هست. اف گروپاش برای محدود کردن و برای تنظیمات فرکانس هست. من کافیه بیام برم تو اف گروپا تنظیم یوزر وی اف رو انجام بدم این شکلی. ببین اف سی، اف شماره سی برای انتخاب الگو یا پترن وی به اف. اگه صفر بذارمش انتخاب مود خطی برای وی به اف،
اگه یک بذارمش انتخاب مود اسکوئر برای وی بی اف با یه انحنای وی بی اف اضافه یا کم میشه. اگه رو دو بذارمش میگه اینا لعنت خدا نمیارزه، برو سراغ یوزر وی بی اف. بدیهیه که من باید رو دو انتخابش کنم. اگه اف سی رو بذارم رو دو، پارامترهای اف سی و یک تا اف سی و هشت روشن میشن، اینا در حالت دیفالت یا پیشورز کارخونه خاموشن. به شرطی که اف سی رو بذاری رو دو، اف سی و یک تا سی و هشت روشن میشن و شما میتونی پارامتراتو تنظیم کنی یا ست کنی. چی یعنی پارامترها اینجان؟ این نقطه اف سی و یک معادلش اف سی و دوه. نقطه دوم اف سی و سه معادلش توی ولتاژ اف سی و چهاره. این نقطه اف سی و پنجه معادلش اف سی و شیشه. این اف سی و هفته معادلش اف سی و هشته. چهار نقطه ولتاژ داریم، چهار نقطه فرکانس و تمام. کافیه بیام این چهار تا نقطه را خیلی مهندسیوار ست بکنیم و تمام. یه بار دیگه استارتش کنم، ایبو باید ببینیم. استارت. صدا موتورو یا صدای او زیاد شد. استوب. تو خاموش شدم ببین چه ضربه ای میزنه. دیدی یه لحظه شفت میگه اصلا وای میسته. من از راهکار دوم میرم برای اینکه سیو انرژی کنم. راهکار اول و پارامترهاشو گفتم، اف سی تا 38 هم گفتم، خودت میتونی ستش کنی. من میخوام اینیشیالایز پارامتر کنم و استارت کنم. برو ببین. میام برای ریست کردن. کافیه بیام رو اچ گروپ ها اچ 93 رو انتخاب کنم. این اچ 93 بذارمش رو یک. تمام. درایو من ریست شد به همین راحتی، به همین خوشمزگی. حالا کافیه بیام چیکار کنم؟ کافیه بیام تنظیمات دلخواهمو انجام بدم. مثلا میخوام از طریق کیپد رام بشه. میام دی آر وی رو میذارم رو صفر. اوکی. فرکانس هم میبرم بالا، میذارم روی 50. چون مود یوزر وی بی اف هم میخواستم، اف سی رو میذارم رو چند؟ اف سی رو میذارمش روی 2. چون ریست پارامتر کردم، اف سی و 1 سی و 2 تا سی و 8 خودشون ست شدن. ببین سی و 1 الان 15 هرتزه، سی و 2 25، سی و 3 30 هرتزه، سی و 4 50. میبینی هی آرام آرام زور و فرکانس داره زیاد میشه. 35 شد 45 هرتز، 36 75% شد، 37 60، 38 هم 100. چون با فرکانس 50 دارم کار میکنم، اینا میتونم بکنمش 50 هرتز. اصلا بالا 50 من نرم. استارت میکنم. چقدر شیک و مجلسی در راه میفته انصافا. به به. استوب. بار رو باید اینجوری هندل کنی. ببین آب تو دل بار تکون نمیخوره. تمام. حالا بر اساس این نقاطی که بهت گفتم، شما کافیه بری هر جا دلت خواست زور رو زیاد کنی برو زیاد کن، هر جا خواستی فرکانس رو زیاد یا کم کنی برو زیاد یا کم کن. فقط طبق منحنی برو، نه یا یوه اف سی و 8 تا از اف سی و 4 کمتر انتخاب کن. اینم از فوت 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 کوزه گری.